بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محصلین عزیز، امید است که در پناه و حفظ حمایت پروردگار قرار داشته باشید. درس این جلسه ما و شما پیرامون برخی از مباحث بیوع هست. در درس های گذشته ما پیرامون اینکه بیع تحت چه شرایط درسته، صیغه‌های بیع چیست، و اینکه بیع بعد از اینکه صورت گرفت کدام خیار برای مشتری هست، همچنان برای بایع، و همچنان یک سلسله مسائل فروعی که مرتبط به اینها بود خواندیم، و در این جلسه بعضی دیگر از مسائل اختلافی را که بر اساس نامعین بودن مبیعه یا مبهم بودن آن هست آنها را می خوانیم. می فرماید و من با قطعی غنم کل شات بدر همین، کسی که فروخت یک گله گوسفند را، کل شات بدر همین، هر گوسفند را با یک درهم، فسد البيع في جميعها عند ابي حنيفه، بيع در همه آنها فاسد است در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، به خاطر اینکه این گوسفندها متفاوت تفاوت فاحش داره اعداد آنها، و دو گوسفند مثل هم شده نمیتونه. مشتری میره سرترین گوسفندار میگیره و با پایترین ار میخواه به او بده، بین آنها کشیدگی و منازعه صورت میگیره. و كذلك من باع ثوبا مزارعه كل ذراع بدرهم، همچنین کسی که جامعه را فروخت به صورت گزانه، هر گزی را به یک درهم، ولم يسم جمله الزرعان، و مجموعه گزها را نام نبرد که چقدر تعداد آنهاست. بیشتر در تکه های سابقه بوده که تکه از اول توپ تا وسط آن تا آخر آن متفاوت بوده. و کان کل معدود متفاوت، و باشد هر شمرده شده متفاوت، تفاوت داشته باشد. و عنده ما یجوز فی الکل لما قلنا، در نزد صاحبین در همه آنها چی مسئله گله گوسفند باشد، هر گوسفند به یک درهم، چه جامعه گزانه باشد، هر گزی به یک درهم، چه همر نام ببرد چه نبرد، درست علی ما قلنا، به خاطر آنچه که ما گفتیم که در مسئله همان ذخیره طعام که می گفت هر پیمانه به این قدر، هر قفیز به این قدر. و عنده او ینصرف الی الواحد، در نزد امام صاحب باز می گرده به طرف یکی، لما بینا، به خاطر آنچه که ما بیان کردیم در مسئله گذشته، اما اقل متیقنه که وجود داره و در او هیچ بحث و نزاعی نیست. ولی اینجا چه فرقی داره؟ غیر ان بیع شات من قطیع غنم، مگر اینکه فروش یک گوسفند از یک گله گوسفند، و زراع من ثوب، و فروش یک گز از جامه، لا یجوز، روا نیست للتفاوت، به خاطر تفاوت گوسفند ها که با هم دارن و تفاوت جامه ها که گفتم از اول تا وسط تا آخر جامه از نظر باف و از نظر نقش و از نظر چیزها متفاوته. البته در امو جامه های سابق که جامه های کرباس بوده بیشتر اینها تحقق داره و مصداق داره. و بیع قفیز من صبره، فروش یک پیمانه را از یک ذخیره طعام جایز است لعدم التفاوتی، چون تفاوت میان آنها نیست. فلا تفضل جهالت الى المنازعت فیه، پس نمی رساند یا مفزی نمی شود مجهول بودن به طرف منازعه فیه در مسئله قفیزی از امان ذخیره طعام، و تفزی ولی مفزی می شود یا می رساند الیها به سوی منازعه فی الاول، در مسئله اول که مسئله
گوسفند از گله باشد یا یک گز از همان توپ جامه باشد. فواضح الفرق، فرق میان این مسائل واضح شد که آنجا چرا رواست و اینجا چرا روا نیست. قال و من ابتاع صبرت طعام، کسی که فروخت یک کوت مواد خوراکی را، مواد غذایی را، علی انها 100 قفیز، بر این شرط که مجموعی آنها 100 پیمانه است، به 100 درهم به 100 درهم. بعد از این که اینها را پیمانه کرد، این صورت است که مجموعه را نام می برد، مجموع من ایس المجموع، میگه به این تعداد پیمانه و به این مبلغ هم پول است. فوجدها اقل، یافت آنها را کمتر، 98 تا شد. قال المشتری بالخیار، مشتری اختیار دارد، انشاء اگر می خواهد اخذ الموجوده، بگیرد امان حصه موجود را که 98 قفیز باشد، به حصته من الثمن، به حصه آن الثمن که 98 درهم باشد. و انشاء فسخ البیع، و اگر می خواهد بیع را فسخ کنه. چرا؟ لتفرق صفقت علیه قبل تمامه، بخاطر متفرق شدن همان عقد، عقد بیع علیه بر مشتری، قبل تمامه، پیش از اینکه کامل بشه. هنوز عقد ناتمام شده، پیش از قبض کردن این صفقه بر او متفرق شده، او 100 پیمانه گندم یا مواد خوراکی ضرورت داره و اینا 98 شده. فلم یتم رضاه بالموجود، پس کامل نشده رضامندی مشتری به چیزی که موجود است. ها، یک تفریق صفقه بعد از تمام است، که مسئله مثلا کسی مستحق بیرون میشه و اونجا بعد از تمام شدن مشکل ندارد، عقد تمام شده، حالا که او مستحق با بیانه آمد، سامیه خود را میبره و متبقی برای ازی باقی میماند. و این وجدها اکثر، اگر یافت آن را در همین صورت که مجموعه را نام برده که 100 قفیز است با 100 درهم، آنها را بیشتر یافت، مثلا 102 پیمانه یا 103 پیمانه بود، فزیادت للبای، زیادتی برای بای است، لأن البيع وقع على مقدار معين، بيع اینجا واقع شده بر یک اندازه معین، والقدر ليس بوصف، این اندازه وصف گفته نمیشه که تابع باشه در بيع در مقابل ثمن واقع نشه و خود به خود اینها هم ضمناً در تحت مبیعه داخل شه، نه، این مقدار خودش استقلال داره و این وصف نیست، بلکه این ذات است و این اصل است. ومن اشترى صوبا على انه 10 اذرع ب 10 دراهم او ارضا على انه 100 ذراع ب 100 درهم فوجدها اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجمله الثمن وان شاء تركه. کسی جامعه را خرید، به صورتی که مجموعه را نام میبرد و مجموعه سمن را هم به مقابل آن نام می برد، اینطور نمی کنه که هر واحد را نام ببره و سمن یا پول هر واحد را هم نامگذاری بکنه. جامر کلن می خره بر این شرط که او 10 گز است، به 10 درهم. یا زمین را خرید بر این شرط که همین زمین 100 گز است، به 100 درهم به مقابل 100 درهم. فوجدها اقل، در این صورت همان جامه را کمتر یافت، 9 گز بود، 9.5 گز بود، یا مثلا زمین کمتر بود، 98 متر بود، 99 متر بود. فالمشتری بالخیار، مشتری اختیار داره، انشاء اگر می خواهد اخذها به جملت سمن، آنها را با مجموعه همان سمن بگیرد، همان 9.5 گز را در مقابل 10 درهم، همان 98 گز زمین را در مقابل 100 درهم. منشا اگر میخواهد ترکه، ترک کنه، راضی نیست از این بی، صرف نظر کنه، بره دنبال کار خود. چرا؟ لأن الزراع وصف في الصوب، اینجا گز که است در
جامع یک صفت گفته میشه، صفت از جمله توابعه و در مقابل تابع سمن واقع نمیشه. الا یرا، آیا دیده نمی شود که انه عبارتون، امی گز عبارت است، ان طول و العرض، از طول یک شی، قد یک شی، و العرض و از بر و پهنایی یک شی. مثلا 100 سانت قدیونه، فینجا یا 60 سانتم مثلا عرضیونه. یا اگر مربع باشه 100 سانت طولیونه و 100 سانت عرضیونه. پس ای تابع گفته می شود. و الوصف لا یقابله شیء من الثمن، صفت که است چون اونا از جمله تابع ذات، تابع اصل شی است، در مقابل آن چیزی از پول واقع نمی شود. مثل چی؟ که اطراف الحیوان، مثل اطراف حیوان که در مقابل اینا چیزی واقع نمیشه، در صورتی که آنها مستقل به فروش نمیرسن، تبع حیوان فروخت نمیشن. فلهذا یأخذه، از همین جهت است که آن را میگیرد، به کل ثمن، به تمام پول، و اگر میخواهد مسترد بکنه. به خلاف الفصل الاول، صورت اول فرق میکرد، 100 دانه مثلا یک گله گوسفندر میفروشه که 100 تا به 100 درهم، یا توپ جامعه میفروشه بر این شرط که 10 گزه هر گزه به 1 درهم، لان المقدار یقابله الثمن، اونجا مقدار که هسته به مقابل آن ثمن واقع شده. پس وقتی که استقلالا ثمن در مقابل آن واقع شد، و حکم اصل را به خود میگیره. فلهذا یأخذه بحصته، لهذا در آن صورت آن را به حصهش میگرفت. 9 تا بود 9 درهم، 98 بود 98 درهم. الا انه یتخیر، مگر اینکه در این صورت مشتری اختیار داره. در صورتی که 98 شده زمین، یا مثلا 9 یا 9.5 گز شده جامه، برای از او اختیاره. لفوات الوصف المذکور، چون همون صفت مذکور فوت شده، او 10 گز میخواسته، از 10 گز کمتر شده، او 100 گز زمین میخواسته و ای از مقدار کمتر شده. لتغیر المعقود علیه، بخاطر که همون چیزی که بر او عقد وارد شده تغییر خورده. فیختل الرضا، رضایت مشتری مختل میشه و ناقص میشه، و به اساس نقصان رضایت برای از او اختیار است. قال و این وجدها اکثر من الزراع الذی سماه فهو للمشتری ولا خیار للبایع، اگر یافت آن را بیشتر از آن گزه که مشتری بایه آن را نام برده، مثلا 102 گز شد، او گفته 100 گزه به 100 درهم، یا مثلا 11 گز شد، گفته 10 گزه جامه به 10 درهم، این زیادتی هم برای مشتری هست، تابع است. طبعا مثلی که صورتی که کم می شد باید مکمل پول می پرداخت، اینجا هم زیادتی بدون عوض می گیره. فاول المشتری، امان زیادتی برای مشتری است، ولا خیار للبایع، و برای بایع اختیاری نیست. چرا؟ لانه صفتون، بخاطر اینکه او یک صفته. ما گفتیم اوصاف که جزء و توابعند و اصل ذات خود زمین است، و این گزها یا به اصطلاح همون اشیای توابع که طول و عرضش معلوم میکنه، اینو از جمله اشیاء تابع و تبع گفته میشه، همچنان در جامعه. فکان به منزلت ما اذا باعه معیبا فاذا هو سلیم، ای به منزله آن است که جنس را میفروشه در حال عیبدار بودن، میگه این جامعه عیبی است من به تو فروختم، فاذا هو سلیم، ناگاه جامعه سالم بیرون شد، باز در صورت سالم بودنم مال
مشتری است و نمیتونه بایه بگه که چونی سالم بیرو شده میره نمیدون. ولو قال بعتكها على انها 100 ذراع ب 100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترك. این صورتی است که مجموعه رم نام میبره و پول مجموعی رم نام میبره و بعد از او هر واحد رم و پولی که در مقابل اونه اونم نام میبره. با اینجا استقلال به واسطه استقلالیت پیدا میکنه، این وصف حکم اصل به خود میگیره، لذا در مقابل هر واحد امو مقدار پول واقع میشه. در صورت کم بود او را به اون مقدار پولیو میگیره و اختیارم داره. اگر گفت من این را فروختم زمین را برای تو بر این شرط که آن 100 گز است به 100 درهم، باز مجموعه ارم واحد ارم تعداد آها دارم بیان کرد که کل زراعین به درهمین هر گزی به یک درهم، فوجدها ناقصتن آن را یافت ناقص 98 شد 99 شد، فالمشتری بالخیاره مشتری اختیار داره انشاء اگر میخواهد اخذها بگیرد همان مبیعه را به حصت یا من السمن به حصه یا از پول در مقابل همان 98 درهم یا 99 درهم، و انشاء اگر میخواهد ترک کنه به خاطر اینکه چون امو 100 گز بودن صفت بسیار مرغوبیه که اینجا او را از دست داده و لحاظه رضایت مشتری کامل نمی باشد. لأن الوصف و این کان تابعن صفت مسئله گز بود مثل مسئله اول که ذکر کردیم، گرچه تابعه هست لکنه سار اصلا، حالا که اصل به خوب پیدا کرده به افرادیه و مستقل ذکر کردن آن به ذکر سمن، همین که در مقابل هر واحدی درهم و سمن از اون مقدار سمنی رو مشخص کرده، با واسطه همین استقلال ذکر کردن یه حکم اصل رو گرفته به خود. فینزل کل زراع منزلت صوب، فرود می آید هر گزی از همان زمین یا از همان جامعه به منزله یک جامعه مستقل. واضح لانه لو اخذه بکل سمن، همین سخن ثابت است اگر او را به کل پول بگیرد 98 شده 100 درهم بده، لم یکن آخذا لکل ذراع بدرهم، او گیرنده نمی باشد مر هر گز را به یک درهم، در حالی که در بیع خود ای را ذکر کرده که هر گز به یک درهم. و این وجدها زائدتن، اگر آن را زیاده یافت زیاده تر از همان گز، 102 گز شد 101 گز شد، فهو بالخیاره، پس اینجاست باز هم مشتری اختیار داره این شاء اگر میخواهد اخذ الجميع کل ذراع بدرهم، تمامی آن را همون 101 102 را بگیرد هر گز را به یک درهم، یا 102 درهم بده یا 101 درهم بده. و این شاء فسخ البيع، و اگر میخواهد بیع را فسخ کنه، چرا؟ لأنه إن حصل له الزيادة في الزرع تلزمه زيادة الثمن، زیرا مشتری اگر برای او زیادتی در گز حاصل شده که 101 گز شده یا 102 گز شده، لازم می شود او را زیادتی پرداخت پول، باید 101 درهم هم بده یا 102 درهم هم بده. فکان نفعا یشوبه ضرر، ای یک فایده شد که با او مخلوط می باشد نقصانی، از یک جانب نفع است که در مبیعه افزایش پیدا شد و از جانب دیگر ضرر است که پول بیشتری باید بهای بیشتری بپردازه. فیتخیر، و پس لحاظا مخیر می باشد مشتری بین اینکه او را بگیرد به همان پول آن، به همان پول زائد آن، به مقدار آن، و یا اینکه آن را رد کند. و این طور نمیتونه که بگم من 100 گز به کار دارم این 2 گز از خود، و
و انما یلزم و زیاده، خاص او را زیادتی لازم میشه. لما بینا انه سار اصلا، به خاطر اینکه ما بیان کردیم که اینجا با واسطه تسمیه و نامگذاری و استقلال خودمو زیادتی هم خودمو گز اصل گردیده، پس کل از این مجموعه باید یا بگیره یا رد کنه. ولو اخذه بالاقل، اگر او را بیاید به کمتر بگیرد، 102 گزر به 100 درهم بگیرد، لم یکن آخذن بالمشروط، نمی باشد گیرنده و چیزی که شرط شده بود. شرط شده ای بود که هر گزی در مقابل یک درهم. قال و من اشترى 10 ازرع من 100 زراع من دار او حمام فالبيع فاسد عند ابي حنيفه وقال هو جائز وان اشترى 10 اسهم من 100 سهم جاز في قولهم جميعا. یک مساله اختلافی دیگری که میان امام رحمت الله علیه و میان صاحبین مورد اختلاف نظر است ای را ذکر میکنه صاحب کتاب. کسی آمد خرید 10 گز را از 100 گز از یک سرا، چیزهایی که مشاع مبهم و مخلوط نیست بلکه معین میشه. حالا سرا مشخصه، 100 گز از سرار میگه 10 گز از ایر من از تو خریدم. یا اینکه حمام، این چیزی که باز تجزیه پذیر نیه، اگر ای را ما جز جز کنیم باز از او استفاده نمیشه، اما استفاده خاصی که از حمام میشه، حمام هایی که آبگرم است و مشتری ها می آیند و ضرورت خود را مرفوع می سازند. در این هر دو صورت، چی از سرا باشد چی از حمام باشد، در صورتی که 10 گز از 100 گز خرید، بی فاسد است در نزد امام ابو حنیفه. صاحبین میگن ای بی جایز است. صورت دوم، و این اشترا 10 اسهم، اگر خرید 10 سهم را، سهم مشخص نیست، حصه، من 100 سهم از 100 سهم، سرا 100 سهم است، میگه یا امی حمام 100 سهم است، میگه از امی سهام، از امی 100 سهم، 10 سهم از این من خریدم. در این صورت جاز فی قولهم جمیعا، در قول همگی درست است، در قول امام صاحبم درسته و در قول صاحبینم درست است. اولا دلیل صاحبین را ذکر میکنه، لهما ان 10 ازرع من 100 زراع عشر الدار فاشبه 10 اسهم. دلیل صاحبین این است که 10 گز از 100 گز 1/10 حصه سراست. این مشابه این است که 10 سهم از 100 سهم گفته باشد. مثل که این صورت درسته، او صورت هم هیچ فرقی ندارد. ولهو دلیل امام صاحب این است که ان الزراع اسم لما یزرع به. اصل زراع نام است برای همان وسیله‌ای که توسط آن گز کرده می شود، یا همان وسیله چوبی سانت داره و دیگه داره و فهمیدیم 20 سانت و 30 سانت و 40 سانت و تا 100 سانت، و یا آهنی هست همان متر و گزر به نام زراع میگند. اصل زراع همان است. و استعیر عاریت گرفته شده، لما یحله الزراع، برای آنچه که در آن گز فرود می آید. حالا که وقتی میگن گز، همون محلش مراده، خود همون چوب مراد نیه یا همون آهن مراد نیست. و ما محل زراع، محل همون گز معین تعیین شده هست دون المشاع، مشاع و مبهم و غیر معین نیست. و ذالک غیر معلومی، و این معلوم نیست که از کجا 10 گز، شاید یک سر مکانیت بیشتر داشته باشد، یک سر نداشته باشد، از نظر قیمت متفاوت باشه. مشتری بگه از این سر به ما بده، بایه بگه نه از پشت سر میدم، بین آنها همان
منازعه و اختلاف و کشمکش به وجود می آید. هر چیزی که مفضی به سوی جهالت باشه، جهالتی که مفضی به منازعه باشد، او بیرا فاسد می سازد. و ذالک غیر معلومین، مشاک است، نامعلوم است، به خلاف السهم. سهم که است خودش هم یک حصه، نامعلوم است، یک حصه از این مجموعه یا ده حصه از این مجموعه صد سهم، بر هر حصه و این نفر حق دارد. ولا فرق عند ابی حنیفه رحمه الله بین ما اذا علم جمله الزرعان او لم يعلم، فرقی نیست بین امام در نزد امام ابو حنیفه بین او صورتی که اگر مجموعه گزها مشخص باشه که از 100 گز 10 گز یا معلوم نباشد از این مجموعه 10 گز، هیچ فرقی نداره، بر دو صورت نادرست. صحیح هم همیست خلافا لما یقول الخصاف. خصاف میگه در صورتی که مجموعه مشخص باشه اشکال نداره، ولی اگر مجموعه مشخص نبود ناجایز است. و دلیل امام صاحب که هیچ فرقی به این دو صورت ندارد اینه که لبقاء الجهاله، چون مجموعه چی معلوم باشه چی غیر معلوم، به هر صورت همان جهالت و مجهول بودن باقی است. وقتی که مجهول بودن باقی بود، این جهالت مفضی و منازعه بین بایع و مشتری می گرده. ولو اشترا عدلا على انه عشرة اثواب فاذا هو تسعة او احد عشر فسد البيع لجهالة المبيع بالثمن. اگر کسی خرید یک طرف بار را، سابق توپ هایر که می بافتن بالای مرکب بار می کردن، بر طرفش همچنان توپ می گذاشتن، ده توپ به این طرف ده توپ به این طرف و می بردن سودا می کردن. حالا عدل امو یک طرف بار را می گه، امو عدل یک طرف بار را خرید بر این شرط که آن ده جامعه است، این ده توپ است. فاذا هو تسعتون، ناگاه نو تا بود، یا اینکه احد عشر یازده تا بود، زیاده بود از چیزی که نام بردن، فسد البیع، بی فاسد است به هر دو صورت، چی کم باشد چی زیاد باشد. چرا؟ لجهالت المبیع، به خاطر اینکه مبیع مجهول است. او سمن یا سمن مجهول است. جهالت مبیع در صورتی که کم باشد، در آن صورت مبیعه مشخص نیست که همون که کم است از کدام نوع است، سره هست، پایه هست، متوسطه. و در صورتی که زائد باشد، بایه بهتر رو برمی داره که این حساب نیه و مشتری نه، پایه تر رو به او مسترد میکنه، مبیعه مجهول شد. وقتی مبیعه مجهول شد، سمن هم همچنان مجهول میشه که آیا پول کمتر طرح کند، پول پایتر طرح کنه یا پول سرتر علاوه بکند. ولو بین لکل ثوب سمنا جاز فی فصل النقصان بقدره ولو الخیار. اگر برای هر جامعه سمن را بیان کرده بود، مثلا گفته بود مامین طرف بار را به تو فروختم بر این که ده جامعه به ده درهم، هر جامعه به یک درهم، در صورت نقصان جایز است به قدری به اندازه آن، نو تای نو درهم. ولی ولو الخیار، برای مشتری اختیار است، شاید مشکل از او به این نو تا رفع نشه، تفرق صفقه بر او لازم می آید، ولی هازا اختیار داره، میخواه قبول بکنه و میخواه رد بکنه. ولی ولم یجوز فی الزیاده، در صورتی که برای هر کدامم
سمنی را معین کردند و بیان کردند در صورت زیادتی که 11 جامه شد درست نیست. لجهالت العشرت المبیعه، چون مجهول است، نامعلومه همان دهتایی که فروخته شده که کدام دهتاست، کدام یکی رو دارند و از اینا او طرف بگذارند. وقيل عند ابي حنيفه لا يجوز في فصل النقصان ايضا وليس بصحيح. بعضی گفتن در نزد امام ابو حنیفه در صورتی که در مقابل هر کدام ثمنش مشخص بکنه، هر واحد در بگه که مثلا به یک درهم، در صورت نقصان هم همچنان جایز نیست، مثل که در صورت زیادتی درست نیست، ولی میگه وليس بصحيح. ای قولی که منصوب به امام ابو حنیفه است که در فصل نقصان درست نیه، ای قول صحیح نیست. به خلاف ما ادشترا صوبینی، به خلاف آن صورتی که دوتا جامه را خرید شخص، علا انهما هرویان، بر این که هر دو جامه جامه های هروی هستند، منصوب به سوی مدینه هرات، آن وقت لباس های بسیار خوبی، تکه های خوبی در اینجا بافته می شده و جامعه های هروی بسیار مشهور بوده. فیضا احدهما، ناگاه یکی از این دو جامعه که شخص آنها را خریداری کرده، یک جامعه مروی است از مور و سرخس و از به اون طرفه و جامعه دیگر از او هروی بود. لا یجوز فیهما، در هر دو درست نیست عقد آنها. و این بیان ثمن کل واحد منهما، گرچه بیان کرده باشد پول هر یکی از آنها که هر کدام به این قدر. چرا؟ لانه جعل القبول فی المروی شرطا لجواز العقد فی الهروی، زیرا که بایه با همین طرز العمل خود دلالتن قرار داده است قبول کردن جامعه مروی را شرط برای روا شدن عقد در هروی. یعنی گویا برای از او گفته به شرط ما به تو جامعه هروی را میفروشم که تو جامعه مروی را قبول بکنی. و هو شرط فاسد، این شرط شرط فاسد است. هر شرطی که خلاف مقتضای بی باشد و در او منفعت برای یکی از متعاقدین باشد، یا برای مبیعه باشد و مبیعه هم از اهل استقاق باشه، چنان شرط بی را فاسد میگردانه. اینجا واضح است که خلاف مقتضای عقده. عقد گفته بود که من هر دو جامر به تو هروی میدم و در این منفعت برای یکی از متعاقدینه که برای بایه باشه که او به کنار هروی جامعه مروی رم تیر کرده. ولا قبول یشترط فی المعدوم، و اونجا در فصل نقصان که در مسئله گذشته بود، اونجا قبول کردن نیست که در شیئی که وجود نداره شرط بشه، ما به تو اینها رو میدم به شرط ای که یکی کم قبول بکنی، نه در شیء معدوم شرط نمیشه. فافترقا، او مسئله تا مسئله هروی و مروی از هم جدا شدند. ولو اشترى ثوبا واحدا، اگر خرید جامعه ای را، یک جامعه را، علا انه عشرت و ازرعین، بر این شرط که آن 10 گز است، کل زراعین به درهمین، هر گزی را به یک درهم، فاذا هو عشرت و نصف او 9.5، مکمل نیست، یا 10.5 گز شد یا 9.5 گز، در این صورت چه حکم داره؟ مجموعه را نام برده؟ جامعه ارمیخ که 10 گزه، هر گز به 1 درهم، حالا از گز کمتره و اصطلاح مناسفه، نه گز پره نه از اضافه، به مقدار مناسفه، در این صورت چه حکم داره؟ ناگاه 9.5 گز شد یا 9.5 گز، چیزی که مسما کردن نشده، او گفته هر گزه به 1 درهم، حالا نیمه بیرون شد. قال ابو حنیفه رحمه الله، امام ابو حنیفه فرمود است فی الوجه الاول، در صورت اول که 10.5 شد، یأخذه بعشرت،
بگیرد امان جامه را به 10 درهم من غیر خیار، مشتریج اختیارم ندارد و باید بباره چون نقصی نمی بیند. او 10 گز خریده تا 2.5 شده. و فی الوجه ثانی، در صورت دوم که 9.5 شده، یأخذه به 9 و 9 درهم آن را بگیرد انشاء اگر می خواهد. بخاطر این که تفرق صفقه بر او لازم می آید. او 10 گز به کار داره و این 9 گز شده، 9.5 گز شده، کم آمده. و قال ابو یوسف رحمه الله، امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرموده فی الوجه الاول، در صورت اول که 10.5 شده، یأخذه به 11 انشاءه، او را بگیرد به 11 اگر می خواهد و اگر می خواهد رد بکنه. و فی الثانی، در صورت دوم که 9.5 شده، یأخذه به 10، به 10 درهم انشاءه اگر می خواهد بگیرد، ولی کمتر از آن نمی تواند بدهد. و قال محمد رحمه الله، امام محمد رحمت الله علیه فرموده یأخذ فی الاول، در صورت اول که 2.5 گز شده، او را بگیره به 10.5، به همو 2.5 درهم انشاء اگر می خواهد. و فی الثانی، در صورت دوم که گفته هر گز به 1 درهم و مجموعا 9.5 گز شده، در صورت دوم بگیرد به 9.5 به 9.5، ولی و یخیر، برای از او اختیار داده میشه، میخواهه بگیرد و میخواهه رد بکنه، به خاطر اینکه عقد بر او متفرق شده پیش از تمام شدن. دلیل امام محمد چیست؟ لأن من ضرورة مقابلة الزراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه، از جمله ضرورت این که یک گز با 1 درهم مقابل و روبرو شد، این است که باید 0.5 گز هم با 0.5 درهم روبرو بشه، اجزای مسما به سر بدل تقسیم میشه. فیجری علیه حکمها، پس جاری می شود بر نصف هم حکم امان مکمل، که مسئله مقابله باشد، حکم مقابله اینجا هم می آید. ولی ابی یوسف رحمه الله، برای امام ابی یوسف رحمت الله علیه دلیل آن این است که انه لما افرد کل زراع ببدل، هرگاه مستقل ذکر کرد هر گز را به عوضه، هر گز به 1 درهم، نزل کل زراع منزلت ثوب على حده، فرود آورده شد هر گزی در جایگاه یک جامعه مستقل، گویا یک جامعه مستقل است. و قد انتقص، در حالی که کم شد، پس لحاظا مخیر است. ولی ابی حنیفه رحمه الله، دلیل امام صاحب این است که ان الزراع وصف فی الاصل، گز یک صفت است و یک تابع است و یک ضمنی است در اصل وضع خود. چرا ما گفتیم که این ذات گفته نمیشه، او عبارت از طول و عرض یک شی است و اینا از جمله توابع است. و انما اخذ حکم المقدار به شرط، حالا اینجا که حکم مقدار به خود گرفته و در مقابل یوسمن واقع شده، نظر به شرطی که گفته هر گز به 1 درهم، ای واسطه نام بردن و تسمیه کردن و استقلالا ذکر کردن، حکم اصل را به خود گرفته، امان گز. و هو مقید، ولی امان شرط مقید است به گز، که گز مکمل باشه. فعند عدمه، وقتی که مکمل نبود، نیمه شد، عاد الحکم، باز میگردد حکم الى الاصل، به سوی اصل، که پس اینجا مسئله تابعیت میایه، اون نیمه حساب نمیشه و در مقابل یوسمن واقع نمیشه. و قیل، بعضی گفتن فی الکرباس الذی لا یتفاوت جوانبه لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط، در او تکه یا جامعه کرباسی که اطراف از او تفاوت نمی کنه، همه یکسان است از اول تا به آخر،
لا یطیب و پسندیده و حلال و مباح نمی باشد للمشتری برای مشتری ما زاد علی المشروط، او چیزی که زیاده بر مشروط که همون نیم گز باشد او را پس باید به بایه مسترد کنه. لانه یعنی همون نیم گز را پس به بایه بده همون ده گز خود بگیره. لانه او به منزلت الموزونی، ای به منزله وزنی است که از وزنی اگر هر مقدار بگیریم و مقدار باقی بماند تبعیض و جز جز کردن به او ضرر نمی رساند. حیث لا یضره الفصل، به طوری که به آن جدا کردن ضرر نمی رساند، پس همچنان ای کرباس هم جدا کردن آن که نیم گز از او جدا بکنیم ایج نو ضرر به آن وارد نمی کند. و علا هازا بنابر همی اصل که کرباس که جوانبش متفاوت نیست، قالو گفتن مشایخ یجوز و بیع زرع منهو، رواست فروختن یک گز منهو از کرباس، بخاطر این که از هر کجا که خواسته باشد ای سر و ای سر هیچ تفاوتی ندارد، مشتری هم رضا و رغبت دارد و بایی هم کدام خلل و ضرر و نقصان وارد نمی شود.